بخورین ربع ساعت تا نیم ساعت قبل از زنفیوزتون زنفیوز رو حل میکنین، میخورین، همون قانون پی اف سی رو 3 ساعت یک بار اجرا میکنین. توی زنفیوز 20 گرم پروتئین با کیفیت قرار گرفته که فوق‌العاده است. لایف استایلتون دیگه باید درست شده باشه، یعنی شما وقتی که توی این یک ماه کارایی رو که باید انجام میدادین انجام دادین، تونستین گوشت قرمز رو حذف کنین، نمک رو به اندازه بخورین، چای و قهوه رو به اندازه بخورین، ورزش رو تو زندگیتون بیارین، اون موقع که باید حبوبات و برنج نخورین تونستین جلو خودتون رو بگیرین، پس توی این یک ماه که دارین کار میکنین دیگه کم کم تو ماه دوم دیگه باید لایف استایلتون اوکی شده باشه. ممنوعیاتی که داره همچنان غذاهای پروسس شده حذف میشه. بچه غذاهای پروسس شده از جمله عواملیه که باعث تولید التهاب تو بدن میشه. التهاب هم خودش یکی از عواملیه که تولید هورمون کورتیزول میکنه و چربی دور شکم شما رو افزایش میده. گوشت قرمز هم همینطور. برای همینه که پروفسور آمزلاگ توی وبینارشون تاکید دارن که گوشت قرمز و شکر نخورین، چون اینها گوشت قرمز عامل التهابه و التهاب هم برای بدن سمه. اما توی زنفید دو تا اسید آمینه شاخه‌دار وجود داره که خیلی خیلی اهمیت داره، یکیش التیروزینه یکیش لوسینه. التیروزین متابولیسم پایه رو بالا میبره. اینجا که در متابولیسم بشه چقدر تاثیر داره. خب و یکی هم از ترشحات تیروئید در طول دوران رژیم شما نگهداری میکنه و کلن لوسین ماهیچهاتون رو نگه میداره. میدونید که وقتی پا به سن میزنه، خودتون دیدین افرادی که پا به سن میذارن و ورزش هم نمی کنن، دیدین چقدر ماهیچهاشون شل میشه. این لوسینه که خیلی اهمیت داره، یعنی این دوتا اسید آمینه خیلی اهمیت دارن برای ورزشکارا که توی زنفی به وفور یافت میشه، به علاوه 20 گرم پروتئین با کیفیت. وقتی که وارد این فاز شدیم دیگه لبنیات، انواع نان، پاستا، ماکارونی، حتی خامه، نمیدونم بعضی چیزا هم هست که مثلا حالا کله پاچه، اینا یه چیزایی که آدم حواس میکنه بخوره، اشکالی نداره ما یه بار بخوره، ایرادی نداره، ولی دیگه کلن دستتون اومده که توی این دوره دو ماهه باید چه کاری رو انجام بدین، چه جوری لایف استایلتون رو درست بکنین، چه جوری تغذیه‌تون رو درست بکنین و چه کاری انجام بدین که محیط بدنتون همیشه آنابولیک باشه. شما حتما نیازی نیست که تو دوره این دو ماهه پکیج زنبادی باشین که قانون پی اف سی رو اجرا بکنین. همینطوری هم خودتون قانون پی اف سی رو اجرا بکنین، اصلا کاری نداشته باشین. هر موقع که میخواین غذا بخورین حواستون باشه که پروتئین تو غذاتون باشه، حتی اگه به میزان کم هم باشه، یه مقدارم قند و چربی باشه تا محیط بدنتون محیط آنابولیکی باشه، چون که کل بدن پروتئینه. وقتی که شما قانون پی اف سی رو اجرا بکنین، هم کیفیت پوستتون بهتر میشه، هم کیفیت مو، کیفیت ناخن، چون تمام این بدن ما اگر تجزیه بکنیم از اسید آمینه است. وقتی که شما قانون پی اف سی رو اجرا بکنین، محیط بدنتون آنابولیکه. محیطی که آنابولیک باشه کمک میکنه به عضل سازی، به پروتئین سازی. پروتئین در ساخت مو، ناخن، استخوان، همه چیز به کار رفته. بنابراین وقتی که شما قانون پی اف سی رو اجرا کردی، میبینی که
کیفیت موهات خیلی عالی میشه، موهات براق میشه، ریزش موهات کم میشه. اون ریزش طبیعی رو کاری نداریم، ما اون ریزش غیر طبیعی رو میدیم. وضعیت ناخونتون بهتر میشه. اون هلال سفید رنگی که ما هک بهش میگن توی ناخون، خودتون میبینین که خیلی اهمیت داره روی ناخون مشخص باشه. میبینین که الان بعضیا ندارن ولی کم کم نمایان میشه و حال عمومیتون بهتر میشه. میتونم بگم نوسانات خلقیتون بهتر میشه و تمام اینها تاثیر میذاره، حتی روی سیستم ایمنیتون تاثیر میذاره، هر چیزی که شما حسابشو بکنید. چون که ورودی بدنتون که تغذیه‌تون هست دارین درستش میکنین. سعی کنین از این به بعد قانون پی اف سی رو توی تغذیه‌تون رعایت بکنین. حالا که در مورد لایف استایلم اینقدر توضیح میدم هر جلسه که میگم چقدر ضرر داره، حالا ما امروز یکی از هورمون ها رو گفتیم، هر سری داریم یه چیز رو میگیم. چند وقت قبل ما فکر میکردیم که لایف استایل فقط خواب و خوراک و ورزش، الان کم کم میفهمیم که بیماریام هست، میفهمیم که استرس هم هست. استرس چیکار میکنه؟ کورتیزول رو افزایش میده. زولم که براتون گفتم